آره املت وانیلا چقدر جذاب کناره هاش. سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. آقا امروز اومدم تو یک ولاگ ایدی ولاگ دیگه در مورد ایدی هایی که گرفتم صحبت کنم، ایدی هایی که گرفتم چه خودم واسه خودم چه بقیه واسه منو بهتون نشون بدم و یکم هم صحبت کنیم با هم، یکم در مورد دراماهای کیت میدلتون با هم دیگه صحبت کنیم که قطعا میشناسینش، عروس شاه انگلستان و زن پرنس ویلیام که الان حدودا یک ماه میشه که این فکرم کجه الان حدودا یک ماه میشه که هیچ خبری ازش نیست و هیچ جایی نبوده و واسه همین خیلی ها شروع کردن تئوری دادن که این خانم کجاست و چرا نیست و چه بلایی سرش اومده. خیلی ها میگن که پرنس ویلیام بهش خیانت کرده با یکی از دوستای خود کیت میدلتون و واسه همین این پاشده و رفته و فلان و اینا. خیلی ها میگن که احتمال داره که اصلا مرده باشه چون اصلا سابقه نداشته که یه عضو خاندان سلطنتی یک ماه نباشه، بعد هیچ خبری هم ازش نشو فلان. بعد این داستان زمانی بالا گرفت که مردم چون هی میگفتن که مثلا کیت میدلتون کجاست و اینا، رویال فامیلی یا همون خاندان سلطنتی اومدن یه عکسی منتشر کردن مثلا از کیت که بگن این هست و اینا، که بعد مشخص شد این عکس همه ای آی بوده و هوش مصنوعی بوده و بعد دیگه مردم مطمئن شده بودن که اینا خودشون هم به این آدم دسترسی ندارن که نمیتونن یه عکس ازش بدن بیرون و فلان و بیسار. و حالا بعضی هم میگن احتمال داره اصلا خود خاندان سلطنتی هم ندونن که این خانم کجاست، که من بعید میدونم، احساس میکنم که اینطوری نیست به خاطر اینکه همچین داستانی نیست. ولی واقعا یاد پرنسس دایانا میفتم و بلاهایی که سرش اومد توی این خاندان و واقعا اینا در دیوونن، یعنی یه سری آدم ها با ایگو بالا جدی دارم میگم که سر مثلا مگان مارکل زن پرنس هری هم اینا همین کارا رو کردن، اصلا کلن خیلی داستان دارن. بعد حالا من دیگه چون خیلی علاقه مندم به این دراما های این شکلی، مخصوصا خاندان سلطنتی انگلستان، چون خیلی من سر پرنسس دایانا انقدر فیلم سریال پادکست کتاب و اینجور چیزا خوندم و دیدم و فلان که خیلی با ایناها در ارتباطم زنگ زدم، نه یعنی اخباراشون رو خیلی دنبال میکنم. بعد اینا واسم خیلی جالب بود و اینکه خیلی ها میگن ممکنه که این خانم مثلا خودش مثلا پاشده باشه رفته باشه، که من اینو بعید میدونم به خاطر اینکه کیت میدلتون قطعا ملکه خواهد شد به خاطر اینکه الان شاه انگلستان چارلز خیلی سنش بالاست و قطعا تا چندین سال دیگه میمیره و ویلیام که پسر بزرگشه میشه شاه و کیت میدلتون هم میشه ملکه انگلیس. خب و آدمیه که به این موضوع علاقه داره، یعنی مثلا اینطور نیستش که بگیم مثلا مگان مارکل و هری خودشون رو کلن از خاندان سلطنتی کشیدن بیرون دیگه، یعنی کلن عضویتشون رو در واقع تو اون خاندان لغو کردن، رفتن دارن آمریکا زندگی میکنن و فلان و بیسار، چون اینا میتونن این کار بکنن، از میان بیرون از مثلا اون خانواده و بعدش هم دیگه هیچ نه هیچ مسئولیتی دارن نه هیچ مزیتی دارن، یعنی کلن دیگه ارتباطشون قطع میشه. ولی کیت میدلتون آدمی بودش که ببین همیشه شبیه یک کوین رفتار میکرد، لباس میپوشید و واقعا احساس میکنم همیشه خودشو داشت واسه این داستان آماده میکرد و این که الان مثلا بگیم احتمالا این خودش نخواستم عجیب غریبه. خلاصه نمیدونم دیگه، والا بیا ایدیا هم بهتون نشون بدم. بچه اول واسه خودم دوتا شمع خریدم از این شمع قلمی ها، خب ببینید که اینا خیلی خوشگلن، من نمیدونم میتونم بازشون کنم یا نه، بذارید ببینم، بذار یه ذرهشو بهتون نشون بدم. ببینید اینطوری روش از اینا اینجوریه، خیلی شمعای خوشگل و
کیوتی هم، اگه من اینا رو همه رو نکندم کار بدی کردم، اینجوری کشیده شد بهش، ولی نمیخوام الان بازشون کنم به خاطر اینکه شمدون هنوز واسه شون نخریدم و واسه همین اگه بازشون کنم مثلا این برون بر میریزه این گلایی که روش داره. بعد اینا رو خیلی دوست دارم. بعد واسه خودم هم یه دونه گلیتر خریدم چون که دوست داشتم بزنم و نداشتم تا حالا، و یه دونه کتاب واسه خودم خریدم که اون هنوز نیومده، کتاب کلم یکن امر النوویانه که خیلی دوست داشتم بخونم، کتاب فکرم 80-90-100 صفحه باشه کلن. اینا رو خودم واسه خودم خریدم و مریم اومده پیشم دختر خالم و اون واسم این کتاب آورد، حسرت در ستاج زندگی نازیسته. این خیلی من کتابو دوست داشتم که داشته باشم، نمیدونم چرا نمیخریدم واسه خودم. من کلا چون کتاب نخونده دارم خیلی سعی میکنم کتاب نخرم، اما اینو خیلی دوست داشتم همیشه داشته باشم و نداشتم و خیلی خوشحالم که هدیه گرفتمش و فقط این پشتشو خوندم و بچه ها احساس میکنم خیلی کتاب قشنگه، خیلی خیلی خوبه. و اینم واسم آورده این تابلوه رو خیلی دوست دارم، خیلی خوشگله، روش نوشته Lose your mind, find your soul. آره اینا رو گرفتم. بعد دیروزم رفتم گل خریدم، بعد خیلی خیلی خوشگل بود، گل داوودی خریدم سفیدشو و حالا دارم میرم سفر دو روز دیگه، ولی گفتم که همین حالا یکی دو روزی که دیگه هستم هنوز یه ذره فضا رو عیدی کنم و اینم. اتاقم هم که کلم بمب ترکیده، کلی لباس و چیز میز هست و اینا هم که دونه های آبل مرغونی منه، نه اینجا البته کبود شده، اینا و بچه ها من خونم بنایی داشتم و تازه بنایی تموم شده و من تازه یه ذره آروم گرفته خونم و خیلی هم کار داشتم، خیلی تمیزکاری داشت خونه، همه رخت خوابا رو بعد میدادم خشکشویی، بعد فکر میکنم خونه 10 بار کفش رو تهی کشیدیم، واقعا بیشتر از 10 بار قطعا. کارگر بود همشه، 10 روز اینجا کارگر میرفت و میومد و بنا و نمیم گچکار و رنگکار و فلان. بعد قبل از اونم که مریض بودم، بعدش رفتم سفر و کلن اسفند خیلی ماه شلوغی بود واسه من و تازه میگم یه ذره خونم ثبات گرفته آروم شده، واسه همین من کمتر بودم توی یوتیوب، بهتون گفتم توی ولاگ قبلی، ولی خب سعی میکنم که از این به بعد دوباره مرتب ویدیو بذارم و اگر خدا بخواد تا قبل از عید یه دونه ویدیو دیگه هم بذارم، آنباکسینگ مسائلی که واسه عید خریدم. نمیدونم، شاید هم تو همین ولاگ نشون بدم، ولی دوست داشتم که دوتا ولاگ جدا باشن. همین دیگه، بریم یه ذره حال و هوای عیدو تو شهر تجربه کنیم، ببینیم چه خبره. امسال من احساس بکنم که نوروز و کلن عید از سالهای دیگه کم رونق تره، یعنی توی شهر که راه میری کمتر حس میکنی که عید داره میاد، به خاطر اینه که ما قطعا مردم حالشون خوب نیست، واقعا اولا که هممون توی یک سوگواری جد دست جمعی هستیم همچنان، و دومی که مردم واقعا خب انقدر مشکلات اقتصادی دارن که عید واسه شون رنگ و بوی نداره. مثلا من خودم بازار سمت بازار بودم، فروشنده ها که صحبت میکردن میگفتن اصلا یعنی اون بازار شب عید دیگه افسانه است الان، اون بازاری که ما قبلنا شب عید داشتیم اصلا همچی چیزی، و راست میگن مغازه ها خلوته و فقط جاهایی که مثلا خیلی شلوغه دست فروشان، و متاسفانه خب میدونی مردم واقعا دل و دماغ احساس میکنم جشن گرفتن و اینجور چیزها رو ندارم. مثلا من قبلنا دیگه تا داروخونه هم میرفتم داشت سبزه و ماهی میفروخت، الان من مثلا سبزه میخواستم بخرم رفتم تا برسم به یه گل فروشی مثلا، میدونی اینطوری. خلاصه که آره این شکلی و متاسفانه آره این شکلیه، ولی خب ما به نظرم که معذفیم، اینو این دیگه مهمترین عیدمونه دیگه، حتما جشن بگیریمش و زندگی کنیم. همین، بریم ببینیم که چی میشه. آخه
خب مانات Oh!